قسمت چهارم. اتفاقی افتاده؟ نه داداش، چیزی نشده. آقا منوچهر کجا؟ جناب عالی. امروز تو اومدم دیدم زدن شیشه مغازه رو شکوندن، گمان کنم خواستن دزدی کنن. بفهمید تو آقا منوچهر الان میام. خیلی ممنون. به پلیس گفتین؟ نه، لزومی نبود. ظاهرا سرقت بوده. فعلا که چیزی نبرده. البته حق با شماست. هر کی بوده دنبال یه چیز خصوصی میگشته. من سرم تو کار خودمه، دنبال درد سرم نیستم. واسه همین به پلیس خبر ندادم. چای تو سرد نشه. باسی، با من کاری داشتی؟ چند تا سوال راجع به جابر. جام سمان، دنبال چی هستی؟ قاتلش که پیدا شده. شما عادت دارین یه سیو کش بدی؟ اون پسر مضمون به قتله، ولی هنوز ثابت نشده. جابر چند روز پیش اومده سراغ شما. که اومده سراغ من، منم مضمونم. از نظر من همه مضمونن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. داشتم فکر میکردم چقدر زندگی کردم برای شما سخته. نه به سختی آدمایی که توی زندگیشون رو راست نیستن. آقای منوچهر خان، به من هیچ ربطی نداره که چه ریگی تو کفشته، چرا سرقت مغازه‌تو به پلیس اطلاع نمیدی و هزار تا چیز دیگه. اما دوست دارم یه مطلب خوب بدونی. اینکه اگه چیزی باشه و به من نگی برات گرون تموم میشه. دادن اطلاعات غلط به پلیس و اخلال توی تحقیقاتش جرمه. جرم کمی هم نیست. بعدا تماس بگیری. چی بگم؟ بگم چرا جابر با من رفیق بود؟ چرا قبل از اینکه بره سراغ دخترش میاد پیش شما؟ چی میدونم، از خودش میپرسیدی؟ بابا جان. جانم، بیرون میری؟ بله، زود میام، امشب مهمون داریم. مهمون؟ به همین زودی ها جونب حامد مامانش قراره بیان. آه، اونا که دیگه مهمون نیستن، خونه خودشونه. حالا هرچی، جایی نرین، حسابی استراحت کنین، قرصاتونم لطفا سر وقت بخورین. باشه، نگران نباش. تو بیای زنده میمونم. تو عرصه نمیری؟ امروز پنجشنبه است. دیرم شد. بی خود، نه چیزی میخوری نه میخوابی. فردا پس فردا پسر پشیمون میشه تو رو گرفته. نه بابا، حابت پشیمون بشه نیست. بهار جان، حواست بهش باشه، برسش سر وقت بخوره. خیالت راحت. دیرم شد. نخوردی که؟ خوردم بسام. شاگردشم اصلا حرف نمیزد، انگار ترسیده باشه یا توجهش کرده باشن که چیزی نگه. شما چیزی دستگیرتون نشد؟ نه، ولی مطمئنم به غیر از ماجرای قتل یه چیزای دیگه ای هم هست. مثلا چی؟ نمیدونم،
هرچی از سرنخش مربوط میشه به رفت آمده جابر قبل از اینکه بره دخترشو ببینه. چرا آدمی که بعد از 30 و چند سال برگشته هنوز دخترشو ندیده میره تو شهر دنبال رفیقای قدیمیش؟ منم همینو میخوام بدونم. احساس میکنم دنبال یه چیزی بوده، دنبال کسی بوده، کاری میخواسته انجام بده. نمیفهمم. ولی ما باید بیافتیم دنبال آدمایی که باهاش در ارتباط بودن. خواهرش چی؟ به نظر میرسه خواهرش هم چیزایی میدونه. خواهرش و شوهر خواهرش که حتما باید بازجویی بشن. ولی فعلا یکی رو بفرست دنبال این منوچهر. میخوام ببینم میره سراغ کی. منوچهره؟ الو؟ آدرس کی؟ از دوستاش؟ نه، یکی از سوژه هاش. یه مبارز قبل انقلاب. دقیقاً کی؟ یکی که موقع شروعی ها جابر آدماش گرفته بودنش. یه مأمور ساواک با زندانیش چیکار میتونه داشته باشه؟ به من چیزی نگفت، اما مطمئنم کار مهمی باهاش داشت. مضطرب ترسیده بود. با اون کی بود؟ الان کجاست؟ نمیدونم. یعنی بعد از اینکه ساواک گرفتش دیگه خبری ازش نشد. همه فکر میکردن که کشته شده، اما جابر میگفت قبل از اینکه بزنه به چاک اون زنده بود تو بازداشتگاه ساواک. خب به شما چه ربطی داره؟ آخه اون برادر خانومم بود. من لش داده بودم. کلدی مرا پیدا شد. مگه تو کار کاذبی نداری یه دوربین انداخته روشون نشد یه ارباب رجوع شرکت من؟ آقا بذار روزو شروع بکنیم بعد غلط بگیر. خودت هم که تازه اومدی. ببخش من خیلی عذر میخوام، اینجا دفتر منه. دخلش به تو چیه؟ من معذرت میخوام. اصلا حواسم نبود، دیگه مثلا کتابخونه بس تولید. خوبی؟ قربان. چطور؟ هیچ. زیبا. جناب. می‌خواستم امروز با پیمانکار پروژه آسمون صحبت کنیم. توجیهش کنیم که ساختمون شمالی رو خطر تهدید خاصه اختلاف حالا به ما رب نداره. درسته. من اصلا نمیدونم واقعا خط ربط اینا به کیه، چجوری مجوز گرفتن. ولی حق همسایه‌ها داره ضایع میشه. امروز با این پیمانکار پروژه کلاه روگذر قرار دارم. به سلامتی ان‌شاءالله. ببین اینا با کل شرکت و دفتر طراحی و معماری و اینا در ارتباطن. بعد برگه برنده داشته باشه. اینا میخوان قیمتا رو بیارن پایین. راهش هم اینه که به همینا قرارداد ببندید. تو نگران نباش، من خوب بلدم از این جلسه ها چجوری برنده بیام بیرون. ماشاءالله. بسی شب یادت نره ها. من تا حالا چیزی یادم رفته؟ خیلی پر بود. بفرمایید. فکر کنم اشتباه اومدید، ما آژانس نخواسته بودیم. نه اشتباه نیومده، من زنگ زدم. یه لحظه. جایی میری؟ میرم دیدن یکی از دوستان، خیلی لازمه. اما زیبا گفت که لزومی نداره اصلا زیبا بفهمه. من تا یه ساعت دیگه برمیگردم خونه. همین ماشین رو نگه میدارم با همین برمیگردم. پس بذارید خودم برسونمتون، به خود زیبا منو میکشه. نگران نباش. لااقل بذارید قرصاتون رو براتون بیارم. سر ساعت 12 یه دونه از این سبزا میخورید، یه دونه هم از این آبی. خیالت راحت باشه. خداحافظ. خداحافظ. Thank you.
به نظر من اصلا نیازی وارد کردن تجهیزات نداریم. ما با چند تا شرکت طراحی تولید صحبت کردیم. با برنامه‌ای که مهندسای ما دارن این تجهیزات داخل کشور هم میشه تولید کرد. یکم زمان میبره اما کاملا شدنیه. از نظر مالی هم خیلی قابل تعامله. دارید شوخی میکنید؟ میتونم بپرسم ایده شما برای تولید این قطعات چیه؟ خب بهتر شما بگین که برنامه دقیق این پروژه چیه. فکر میکنم لازمش اینه که ما برای این قرارداد یه نشستی با هم داشته باشه. بسیار خوب. میگم همین الان خلاصه ای از گزارش طرح و برنامه رو براتون بفرستم. ممنون میشم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا. یه گزارش مهندس مهندی الان میفرسته واسم. پرینت کن برام بیاد. خیلی خوب، بگو بیاد تو. سلام. تو مگه کار نداری؟ من هر با ما ماشین حرف میزنم باید بگی تو پشت داری؟ برات عکسای تخریب پروژه آسمون رو آوردم. از کار و زندگیت میزنی عثمان؟ عکس از چهار تا پاراجور سیمان برداری بیاری پشت، بعدم میبینم اینا رو. قربون صدقم هم رفتی. بفرمایی. مربوط به آتیش سوزیه. سفر کار داشتم، سفر خصمان بود. بله هست، بفرمید. بدنم تو؟ بله بفرمید، در دوبان، بفرمید. من نیم ساعت کار دارم، شما همین که باشی. باش آقا چشم. روزون نسبت به اولین روزی که دیدم یکم باز شده. نه روحی هم بهتره. آدم وقتی دخترش رو ببینه اونم با همین چی کنار بیاد خوبه دیگه. نه من اصلا نگفتم برای چی اومدم، اما اگه خودش فهمید فهمیده دیگه. تیمسار شما همیشه کارات غیر قابل پیش بینی بوده. کاری که اینجا میکنی خلافه. خلاف؟ از اون ورش که برداری پاکه پاکه. تیمسار صبح که در خونه میای بیرون و میسوننه بهت میگن خلاف کاری. نه خلاف نیست. ما یه سری خنزر و بنزر و آشخال و آشخال میدیم دست مردم. روزگار بدی شده. ما که اصلا نفهمیدیم کار چیه. همه کار این دخل لامصب پرشه، بقیهش اصلا مهم نیست. اما مواد شیمیایی و گرد اسید گرفته تا خورد و خوراک میدیم دست مردم. یه مش کارگر دارن که سبزی خوردن و سیگار میفوشن توی محلات. یه جایی هم این دوره بر براشون گرفتم که شب و کپ مرگشون رو بذارم.
خلاصه یه فروشگاه زنجیره‌ای دارم بدون صرافی و اجاره. حالا فهمیدم. بدم عوضش کنم؟ نه، وقت خوردنشه. آقا جون، نگفتی مخلصت باید برات چیکار کنه؟ میخوام یه کار مثبتی برام بکنیم. میترسم خودم برم محضر ناغافل، میترسم تقاطع قضیه هم در بیاد. اطاعت هم؟ فقط کارت چیه تیرزا؟ که من بدونم با کی چجوری صحبت کنم. من نمیدونم خودم میتونم ثبت سند کنم یا نه. شما فقط امر کن، اون با من. میخوام سند خونه رو به اسم زیبا کنم. مگه من خونه دیگه ای هم دارم؟ نشدنی نیست، این آب خوردنه، آدمش هم دارم. الو، یه توکی با بیه دفتر. نه زرنگیه، کارشو خیلی خوب بلده، همه رو میشنسه، تمام سلاخ سنبارم میدونه، میدونه با کی چه چیزی صحبت کنه. فقط تیمزا هیچ کس نباید بدونه. اگه شما گیر میافتی ما هم گیر میافتی، حتی زیبا خانم دخترت اونم نباید بدونه. سلام. سلام. نمیفهم چرا باید این کارو کرده باشه. دیشب که داشتم عکس رو ظاهر میکردم دیدمش، داشتم با درگیریشون عکس میگرفتم، اتفاقی افتاده. فکر میکردم شاکی های دوای سوری رو انداختم برای اینکه هم بار آتیش بزن. اصلا نمیفهم چرا یکی از آدمای خودم باید این کارو کرده باشه. چون درست بشیم. خب تیمسار، نگفتی بعد از 30 سال واسه چی بلند شدی اومدی؟ تو واسه چی موندی؟ من؟ کاری نبودم. اصلا کجا برم؟ واسه چی برم؟ من چی کار کردم؟ من فقط یه گماشته شما بودی. گر از اینه؟ برام خیلی سخت بود. من با همین دستم آدم کشتم. خب همه خاطراتم رو نوشتم، میخواستم چاپشون کنم، ولی تو مملکت خودم نه واسه چهار تا آدم جلسی که من نیست سرشون به کدوم آخور بنده. خیلی هاشون امسال دیدم، از اون مشه درباری فقط مشکلی کراوات مونده واسهشون. از همشون خستم، کلافم، هیچ کاری ازشون بر نمیاد جز حرف صد تا یقاز زدن. خاطر بودم که چاپ بشه الان هیچ کدومشون دیگه رنگی نداره. تیمسار مواظب باش، گرگ دور برت خیلی زیاده. چند روزی که تولدشه، زیبا رو میگم، میخوام تا اون روز آماده باشه. میخوام سند خونه رو به عنوان کادوی تولد بهش بدم. حالا دیگه خودش میدونه، بفروشتش، نگهش داره. میفهمم، میفهمم. مواظب باش دیزا،
هر کاری داشتی به من بگو. تلفنم هم که داری. تماس بگیر. حتما. خداحافظ. حد زده بدید میخواد خاطراتشو چاپ کنه، نمیدونم شاید به خاطر آرامش وجدانش. به من شک نمی کنه، میدونم من کارم بلدم، من خون شاگردش بودم، به من اعتماد داره. چشم، خداحافظ. باشیم دیگه، توش هم تنیز کنیم. چی شده؟ این چی؟ بچه رو پریشونی؟ پریشون نیستم. یعنی یکم ذهنم پریشونه، درگیر این قرار داده است. کار خیلی خوبیه، پولش هم خیلی خوبه، حواسم هم هست که همه چی درست سایه باشه. بعد یه موقعی نگران حرفایی میشم که زدی. کدوم حرف؟ همین حرفایی که همیشه میزنی دیگه، حلال و حروم و میترسم شبهه داشته باشه. خب خب که خب، این مأمور اجرا وایساده از زنه من حرف میکشه که تش بگه خب. اگه کارت هم شده فهم بیکارت. بله باش زد. خدا بس. حالا میرم حاضر میشم، کاری ندارم که. شونم به ماتون بزنید، بین مریضا شده. ای بهار کجاست؟ عادت کردیم به اشاره. معلومه بهار رفته خونه یکی از دوستاش. من فکرم بهتره امشب خودمون باشیم، اگر خواستیم حرفی بزنیم جلوش معذب نشیم. با بهار معذبی؟ من نه، گفتم اونا یا شاید شما. پس امشب خودمونیم و خودمون. لطفاً به این زودتر آماده شید.
امشب همه قطر پس گذشته نزنید. گذشته برای خانواده چیزی نداشته جز سختی و تلخی و مرگ. تو حالا صد بار اینو گفتیم، حواسم هست. گذشته اگر خوب بود که نگذشته بود. سلام. سلام آقا. خوبه شما. ایشا رسیدی زحمت افتاد. ماشین بعدی. بفرمایید. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه. قابل شما رو نداره. خیلی شکرم. بفرمایید. بفرمایید. ممنون. بهار جون نیستن؟ نه، جای دعوت داشت. پدر کجا؟ میان تا شما یه چای میل کنین حاضر میشم میام. بذار راحت باشن. ما منتظر هستیم. داستان پشت پرده پیمانکار آسمان چیه؟ یه مقاله جنجالیه توش میشه در مورد درباره صدور پروانه ساخت و مجوز و این چیز. میشه امشب راجع به کار حرف بزنیم؟ بله مادر جون، چرا نمیشه؟ فشارم رفته بالا، قرصامو نیاوردم. بریم؟ بریم. حالا بفرمایین چه قرصی هست شاید زیبا تو خونه داشته باشه؟ نه، باید قرصای خودمو بخورم. بریم. نمیای؟ من واقعا معذرت میخوام. اشکالی نداره، حالا یه شب دیگه دور هم جمع میشیم انشالله. آخه هر وقت حالش اینجوری میشه باید خیلی زود به قرصش برسه. با اجازتون. حامد، تو میدونی ماجرا چیه؟ والله نمیدونم. تو حالا از این کارو نکرد بود. پس رفتی خونه فهمیدی چی شده؟ من زنگ بزن. باشه. دیدار اول آدم همچین برخوردی میکنه، طرف چی میگه؟
فکر اون دختر بیچاره رو نکردی؟ شما که میگفتی زیبا جای دختریه که نداشتی. خب اقلا به من بگو چی شده؟ کسی هم حرفی نزد که بخواد بهتون بر بخوره. از دکتر لوازم این چه خبر؟ هنوز خوابت امروز سر نزد اینجا؟ نه خانم. خواهش من جانم. سلام. ببخشید نشد دیگه. نه امروز که اصلا حالش خوب نبود. دیشب هم تب داشت، از یون میگفت. آره براش دکتر بردم، میگه شوکه عصبی. بدار گوشی جان. بله. نمیدونم بله به من که چیز نمیگه. باش قربان تو خداست. جانم دکتر به مراقبت بیشتر احتیاج داره. البته من برایش دارو آرام بخش دادم، اگر خوابش نبرد شب بهش بدین. خدمت شما. دست شما داره. لازمم شد من در خدمت هستم. شما هم که هست. بله. شب نصف شب هر وقتی شد مانعی نداره. محبت. البته بعید میدونم، فکر کنم انشالله بهتر بشه. انشالله. خدا نگهدار. زحمت کشید. خواهش میکنم. باید برم داروهاتونو بگیرم. تلفن کی بود؟ زیبا بود، نگران شده بود، دلش شور میزد. حالا عصر میاد برای احوال پرسی. بگو نیاد. چرا مادر؟ همی که بهت گفتم. خب مادر من، خانم، سرور، قربون دل مهربونت برم. خب به من بگو چی شده که بدونم. با من بحث نکن. چیزایی هست که بهت نمیتونم بگم. حامد. بله. بیا. بیا بشین. تو از من حرفایی رو میخوای بشنوی که گفتنش برای هر مادری سخته. منم نمیتونم الان حرفی بزنم، ولی فکر میکنم بهتره که این وسط برای یه مدتی عقب بیفته تا زمانی که تو و زیبا این دو تا آدم فهمیده به این نتیجه برسین که باید تمومش کنی. بعدش هم؟ بعدش چی مادر؟
مگه به این راحتیه؟ چقدر رفتیم و اومدیم، چقدر سختی کشیدم. بهش دروغ بگم؟ زیبا که بچه نوبالغ نیست، هرچند زندگی منه، ولی مهم نیست. برای این که بدونیم چقدر برای مهمی، همه زندگی رو میذارم پشت در. من میفهمم که چه انقلابی درون به پا شده وقتی که بهت گفتم باید از این دختر فاصله بگیری. برای یه مادر راحت نیست که هر حرفی رو به پسرش بگه. حالا وقت داری تا بفهمی چی میگم. منم خیلی خلاصه چیزایی رو نوشتم که میتونستم. حرف نگفته زیاده، ولی فایده ای هم نداره. تا جایی که آتش تو سیراب بشه برات نوشتم. دل تنها و غریبم، من و این حال عجیبم.